این هفته آموزش تیزر، انسان نماهای به درد بخور و گاوهای متصل. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. امسال درس و مدرسه با همه سالهای دیگه فرق داره. نه تنها درس با درس، بلکه برای سنین مختلف هم فرق میکنه. برای بچه های کوچکتر فقط کافیه که با بچه بزرگتر برخورد نداشته باشن. برای بچه بزرگتر خب یه مقدار محدودیت ها بیشتر است و باید چیزهای بیشتری رو رعایت کنن. اما برای دانشگاهی هم محدودیت ها بیشتره، هم مشکلات. دانشگاه چند وقتی است که باز شده و برخی از کلاس‌ها هم دارن حضوری برگزار میشن. البته کلاس‌های غیر حضوری نسبت به سال‌های قبل پررنگ‌تره، اما برای درس‌های حضوری فقط که حرفای استاد نیست، بخش‌های عملی هم بسیار مهمند. این دانشکده سوت و کور علوم در یکی از دانشگاه‌های لندن به خوبی نشون میده که آزمایشگاه مجازی چطور میتونه آموزش رو دگرگون کنه. دانشجوها با این تجهیزات میتونن با ایمنی کامل درباره موضوعات خطرناک یاد بگیرن و با شبیه سازی دانشجو از ابزاری استفاده میکنن که در عالم واقع گرونه و هر دانشگاهی نمیتونه فراهمشون کنه. مثلا این میکروسکوپ اگه واقعی باشه 150,000 پونده. تجربه واقعیت مجازی ممکنه بعضی جاها یکم گیر داشته باشه. علاوه بر این هر کسی هدست وی آر نداره، ولی در دانشگاه‌های مثل اینجا نسخه‌ای که در دوران همه‌گیری کرونا ضروریه نسخه PCه. در حالت عادی باید 24 تا دانشجو توی این آزمایشگاه باشه، ولی برای رعایت فاصله گذاری فقط 8 نفر میان. ما یه تحقیق کوچیک کردیم، دیدیم در مواردی که دانشجو با این شبیه‌سازی‌های آزمایشگاه مجازی کار می‌کنه چیزی بیشتر از درس یادش می‌مونه. در نتیجه وقتی کرونا شروع شد تصمیم گرفتیم آزمایشگاه مجازی رو به همه دانشجوها ارائه بدیم. یعنی مثل یه همایش آنلاین. استاد درس میده و سوال میپرسه تا سطح دانش دانشجوها هم در طول کارگاه سنجیده بشه. تا الان روی هم بیش از 1,000,000 دانشجو در کل دنیا از ابزارهای لبستر استفاده کردند. مدیران شرکت میگن کرونا باعث شده آدمهای بیشتری سراغ این محصول بیان. به عنوان مثال نظام کالج‌های محلی کالیفرنیا روی هم 2,000,000 دانش آموز داره. چون اینها نیاز مبرم داشتن، در کمتر از 1 ماه همکاری رو شروع کردیم و الان دارن این امکانات رو در اختیار صدها هزار دانش آموز قرار میدن. کاربر میتونه با هدست یا روی نمایشگر عمل جراحی کنه، بره سراغ پژوهش میدانی یا حتی بره مریخ. یادگیری با وی آر فقط مختص دانشجویان و دانش آموزان نیست. نیروهای کاری متخصص هم اون رو به کار میگیرن. در این بخش میخوایم ببینیم که خدمات و سرویس های مختلف چطور از واقعیت مجازی استفاده میکنند. کرونا بعضی شغل ها رو سخت‌تر از پیش کرده. از خدمه درمانی که با جون مردم سر و کار دارن گرفته تا آتش نشانانی که با شعله های آتش در میافتند و پلیس هایی که مسئول امنیت مردمند. اما اونایی که قرار این کارها رو تازه یاد بگیرن چی؟ پیشه هایی که نام بردم بیش از پیش زیر فشارند. ضمن اینکه فاصله گذاری اجتماعی هم باید رعایت بشه. در نتیجه آموزش حضوری به اون سادگی که پیش از این انجام میشد ممکن نیست. شرکت وابلینگ بستری فراهم کرده که میشه داستانهای مختلف آموزشی آتش نشانی رو توش بازسازی کرد. یعنی محیط، نوع آتش و شیوه خاموش کردنش رو تعیین کرد. کپسولی که برای خاموش سازی آتش به کارآموز میدن ردیاب داره و کارآموز احساس میکنه کپسول واقعیه، نه فقط دسته کنترلی خشک و خالی. طراحیش طوری که به جز آتش نشانها کارمندان ساختمونای اداری هم میتونن یاد بگیرن که در صورت وقوع آتش سوزی چه کنن. ولی آتش سوزی های جدی تر چی؟ ریوی‌آر راهی پیدا کرده تا آتش نشان‌ها در حال حرکت هم بتونن آموزش ببینن. اون از دکورهای بزرگ و گرون قیمت به صورت 360 درجه فیلم گرفتن. آتش نشان‌ها یک هدست بی‌سیم می‌ذارن و مراحل آموزش رو طی می‌کنن، انگاری که همونجا باشن.
اگه بخوام در یک کلام بگم، نمیتونیم هر روز اینجور جاها تمرین کنیم، چون نمیشه ساختمون رو برای تمرین آتش زد. ضمن اینکه هر تمرین بین 10 تا 15 هزار پوند هزینه داره. بنابراین امروز صبح یه جلسه گذاشتیم و نظر بچه‌هایی که رفته بودن تمرین و یه چند تایی رو که نرفته بودن پرسیدیم. همشون خیلی خیلی درگیر شده بودن، انگار که واقعا وارد اون سناریو شدن. توضیح میدادن که چیکار کردن و چه جوری انجامش دادن. سامانه VR Fundamental ویژه آموزش بعضی کارهای خاص به جراحان و پرستارانه. ابزارهایی که استفاده می‌کنن بازخورد هپتیک داره. در نتیجه با اینکه عمل مجازیه، کاربر کاری رو که داره انجام میده احساس می‌کنه. ضمن اینکه این سامانه تایید شده است، یعنی وقتی دوره تموم بشه جزء مجموع واحدهایی که باید بگذرونن به شمار میاد. و از اونجایی که حالت چند کاربر داره، دانشجوها میتونن همزمان از راه دور برن سر عمل و نگاه کنن و یاد بگیرن. در واقع جایگزینی برای شیوه سنتی یادگیری و تمرین کردن. به نظرم بحران کرونا روندی رو که مدتی آغاز شده بود تسریع کرد، به این ترتیب که دانشجو میتونه 24 ساعته در محیط آموزشی باشه. طبعا به راحتی قبل نمیتونن برن اتاق عمل. تعداد عمل‌ها هم خیلی کمتر شده. مردم فعلا ترجیح میدن نیام بیمارستان و این فرصتیه تا این شکاف پر بشه. بیمارستانی در تایوان هم یک سامانه مشابه را انداخته، البته بیشتر برای اتفاقات احتمالی مرتبط با کرونا. سازنده این سامانه سیم اکس و HTC هن. پزشکا میتونن با استفاده از این VR شیوه برخورد با بیمار مشکوک به کرونا رو تمرین کنن. کارهایی مثل پوشیدن لباس محافظ، اندازه‌گیری دمای بدن و نمونه‌گیری از بیمار. حسن این روش تمرین اینه که هم تجهیزات محافظ کمتری مصرف میشه و هم کسی در معرض ویروس واقعی قرار نمیگیره. و اما پلیس. برای این گزارش رفتیم اداره پلیس داربیشایر تا ببینیم ماجرای آموزش استفاده از تیزر به کمک واقعیت مجازی چیه. معمولاً آموزش اینجوریه که یک نفر با یک لباس آبی بزرگی که آستر کلوفتی هم داره با یک چاقوی پلاستیکی میاد به سوی شما. افسر کارآموز باید با تیزر مشقی اون شخص مثلا خلافکار رو خونسا کنه. یه همچین حالتی. ولی این خشاب‌ها گرونن. دونه ای 30 پوند. ضمن اینکه تمرین توی یک اتاق در یک اداره به اتفاق واقعی که توش جان شخص در خطره ربط چندانی نداره. در نتیجه شرکت واقعیت مجازی AVRT با این تشکچای حسگردار فضای عظیمی ساخته تا پلیس‌ها هدست VR بذارن و هر چقدر که میخوان توش بچرخن. اینطوری میتونن برن توی خیابون معمولی یا کوچه یا روی پشت بوم، جایی که حس واقعی بده. تازه مربی هم حرف میزنه. در نتیجه حس میکنن با یک آدم حقیقی طرفن. انقدر واقعیه که گاهی کار بالا میگیره. این بعضی از ایرادهای آموزشی ما در عالم واقع رو نشون میده. از این جهت که در تمرینات معمول آدم‌ها نقش بازی میکنن. یکی با لباس کلوفت آبی که لباس تیزره میاد جلو و انگاری شما از قبل به کارآموز گفتی که قراره چی بشه. ولی توی عالم VR بهتره، چون میشه سناریوهایی ترتیب داد که کارآموز در جریانش نیست. 100% موافقم. آدم کاملا در سناریو غرق میشه. فکرش رو هم نمی‌کنی که اگه یه چیزی روی سر و گوشت بذاری اینجوری میشه. ولی میشه. به محض اینکه هدست رو میذاری و هدفون راه میفته، صاف میری وسط ماجرا و محیط اطراف و آدم‌های دیگه کلاً یادت میره. فقط میری توی همون چیزی که میبینی. به نظرم پلیس و مردم یه مقدار مسئله اعتماد دارن و بخش بزرگیش به خاطر نحوه استفاده پلیس از زوره. همیشه پیش از اینکه کسی از اسلحه استفاده کنه کلی ماجرا هست. حتی پیش از اینکه کسی دست به اسلحه ببره یا زور به کار ببره. با VR میتونیم از اولین برخورد با یک شخص رفتار پلیس رو رصد کنیم، ببینیم چقدر همدلی داره و نهایتاً افسرها رو در قبال تصمیمی که میگیرن مسئول بدونیم، از اولین قدم تا استفاده از زور. اما آیا در این شبیه سازی ها کسی واقعاً چیزی هم یاد میگیره؟ یکی از دشواری های پژوهش ما اینه که ثابت کنیم آموزش هامون موثره.
وقتی مأمور رو برای موقعیت‌های خطرناک آماده می‌کنی، می‌دونی که پیاده کردن این الگو در دنیای واقعی سخته. چون شما اخلاقاً نمی‌تونی مردم رو در موقعیت خطرناک بذاری تا ببینی چیکار می‌کنن. چیزی که من در این حوزه دیدم این بوده که عموم مردم از فناوری به هیجان میان و نمی‌پرسن که آیا مدرکی مبنی بر مؤثر بودن این شیوه وجود داره یا نه. فکر می‌کنم باید محتاطانه از این فناوری استفاده کنیم تا زمانی که شواهدی دستمون باشه که بشه اون رو در ابعاد وسیع‌تری به کار گرفت. این هفته بعد از 16 ماه تحقیقات گسترده، کنگره آمریکا گوگل، آمازون، فیسبوک و اپل رو به شدت مورد انتقاد قرار داد. در گزارشی که قانونگذاران دموکرات تهیه کردند، گفته شده این شرکت‌ها قدرت زیاده از حدی دارن و باید مهار شن. این گزارش تغییراتی پیشنهاد کرده که ممکنه به کوچیک شدن این شرکت‌ها منجر بشه. در مقابل، جمهوری‌خواهان با بسیاری از این پیشنهادات مخالفت کردند. فیسبوک اعلام کرده با محتویات مرتبط با تئوری توطئه کیوآنون برخورد خواهد کرد. این شبکه اجتماعی حساب‌های کاربری، صفحات و گروه‌های کیوآنون رو در همه سامانه‌هاش بسته. هرچند گفته حذف همه محتوای مربوط به این گروه زمان خواهد برد. فیسبوک همینطور نوشته ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به غلط ادعا کرده بود کووید 19 کمتر از آنفولانزا کشنده است رو حذف کرد. توییتر هم بر پست مشابهی به خاطر نقض قوانین مربوط به انتشار اطلاعات غلط انداز برچسب زد. این هفته همینطور استفاده غلط از فناوری باعث شد حدود 16,000 مورد کرونا در بریتانیا گزارش نشن. این اشکال ظاهراً به خاطر استفاده از فایل اکسل حاوی نتایج آزمایشگاه‌ها بوده که به حد اکثر اندازش رسیده و به روز نشده بود. برای کسایی که میخوان تجربه بازی مجازی رو به حد اعلا برسونن، این تردمیل واقعیت مجازی همه بدن رو به کنترل کننده بازی تبدیل میکنه. بازیکن به یک میله وصل شده تا درجا بزنه و در دنیای مجازی بازی بدوه، بپره یا بشینه. و در آخر تویوتا رباتی طراحی کرده که از سقف آویزون میشه تا در کارهای خونه مثل پر کردن ماشین ظرفشویی، تمیز کردن کابینت ها و جمع و جور کردن وسایل کمک کنه. هدف اینه که ربات در فضای کوچیک خونه ها جایی اشغال نکنه و مزاحم ساکنین خونه نشه. این سومین گوشی تاشو سامسونگه و انصافاً خیلی با نمونه پارسالش فرق کرده. نسبت به سامسونگ فولد پارسالی همه چیزش بهتر شده جز اسمش. اسم این هست سامسونگ گالکسی زد فولد 2 5G. سپتامبر 2019 که اولین گالکسی فولد به بازار اومد، یه نمایشگر کوچیک بیرونش داشت، یک ناچ دوربین بزرگ داخلش. روکش بدنش هم فلزی بود که جای همه انگشته آدم روش میموند. این بار نمایشگر بیرونیش 6.2 اینچه که معقوله. حاشیه‌های داخل باریک شدن و پشتش هم رنگ مات دل پذیری زدن. در کل این بار همه چیزش انقدر بهتر شده که آدم فکر میکنه گالکسی فولد پارسلی نمونه آزمایشی بوده. این نمونه آزمایشی 1800 پوندی. بی خود نیست که میگن عجله کار شیطونه. حالا سوال این که اصلا این به چه درد میخوره؟ چیزی که واضحه اینه که هم راحتی موبایل رو داره، هم نمایشگر اندازه تبلت. بعضی اپلیکیشن ها هم با حالت فلکس کار میکنن، یعنی صفحه تاشو دو قسمت میشه. در نتیجه میتونید ویدیوهای یوتیوب رو اینجوری ببینید یا عکس رو اینجوری بگیرید. حالا چرا باید اینجوری بگیرید رو من دیگه نمیدونم، ولی این نمایشگر بیرونیش خیلی خوبه، چون وقتی با یکی تصویری حرف میزنی میتونی از بدنه به جای پایه استفاده کنی. به نظرم اگه آدم گوشی رو افقی بذاره روی میز تا مثلا پیامای تقویم رو ببینه خیلی مفیده. هرچند وضعیت قفل نمایشگرش فقط حالت عمودی داره، یعنی خیلی بهینه نیست. ضمن اینکه این مسئله درباره خیلی از اپلیکیشن‌های دیگه هم صدق میکنه. مدیران سامسونگ معترفند که تعداد اپلیکیشن‌هایی که تو این حالت کار می‌کنن هنوز چندان زیاد نیستن و باید بیشتر بشن. احتمالاً هم میشن. ولی همین مسئله در مورد سیستم عامل هم هست. یعنی شما میتونی اپلیکیشن‌ها رو بذاری روی صفحه خونه نزدیک به تلفن، اما بعدش میپره. چون در واقع دو تا صفحه خانه مستقل از هم داره که خب معقوله، ولی انگار آدم انتظارشون نداره. شکی نیست که گوشی‌های تاشو یه مقدار بازار موبایل رو تکون دادن، اما معلوم نیست که کدومشون، کدوم شکلشون پرطرفدارتر میشه. شاید اصلا هیچ کدوم کارشون نگیره.
تولید کننده هنوز نمیدونن چی بهتر کار میکنه. سامسونگ مدل زد فلیپ یا زی فلیپ هم داره. این به جای اینکه مثل تبلت باز بشه یه گوشی معمولیه که از وسط تا میشه. مایکروسافت سرفیس دیو هم هست که دوتا نمایشگر داره ولی هیچ کدوم تا نمیشن. دو بخش این مدل جدید سامسونگ هم بعد از تا شدن کاملا روی هم نمیخوابن، یعنی همچنان یک شکاف کوچیک بین دو نمایشگر هست که قاعدتا در سالهای بعد رفع میشه. نکته مهم دیگه اینه که این گوشی برخلاف گوشی‌های پرچم داره دیگه نسبت به آب و گرد و غبار مقاوم نیست و خب یه کسی که 1800 پوند میده برای همچین گوشی انتظار نداره که دیگه با یه گرد و غبار از کار بیفته یا مشکلی براش ایجاد بشه. هرچند شاید کسی که این همه پول برای گوشی میده انقدی داره که یه دونه یدکیش هم بخره. در سالهای اخیر فناوری نقش بسیار پررنگی در مناسب سازی فضای خونه‌ها برای سالمندان و افرادی که نیازمند به کمک هستند ایفا کرده. مثلا همین دستگاه‌های هوشمند رو در نظر بگیرید که استفاده از اون برای ما بدیهیه، خیلی کمک می‌کنه به این گونه افراد. اما دانشگاهی در اسکاتلند داره تلاش می‌کنه تا این ماجرا رو به یک سطح دیگری ارتقا بده. در بخشی از موزه خوشنام روباتاریوم در دانشگاه هریوت وات در ادینبرو، آزمایشگاه زنده با کمک محیط تقریبا کامل راه افتاده. آزمایشگاه یک نشیمن و آشپزخونه و اتاق خواب و دستشویی و توالت هم داره. با استفاده از ترکیب از حسگر، دوربین و اینترنت چیزها و فناوری کلاد، فضایی فراهم میکنه که پژوهشگرها و خدمه درمانی و کسانی که از خدمات حیات با کمک استفاده میکردند بتونن در خلق فناوری و راه حل‌ها مشارکت کنند. اما چرا برای چنین چیزی یک فضای شبیه خونه لازم داریم و آزمایشگاه معمولی کافی نیست؟ برای ما خیلی مهمه که فضا شبیه محیط خونه باشه که افراد بتونن فعالیت عادیشون رو انجام بدن. چون یکی از اهداف این برنامه اینه که در مورد اون فعالیت‌ها داده جمع کنیم. می‌خوایم در محیطی باشه که حداقل امکان شبیه به محیط طبیعی باشه، برای اینکه وقتی این فناوری رو در دنیای واقعی و در محیط حقیقی به کار می‌بریم، خیالمون آسوده‌تر باشه که کار می‌کنه. این آزمایشگاه به منظور استفاده دانشجوهای فوق لیسانس برای پژوهش در دنیای واقعی ساخته شده. از داده‌هایی که اینجا به دست میارن میتونن حدس بزنن که خدمه درمانی در آینده از چه راه حل‌ها و کاربردهایی بهره‌مند میشن. ضمن اینکه با ربات‌ها هم آزمایش میکنن تا ببینن چطور میشه ازشون برای کمک به خدمات درمانی موجود استفاده کرد. در این حال تعامل مردم با این ربات‌ها رو هم آزمایش میکنن. ما از RFID یا شناسایی با فرکانس رادیویی استفاده میکنیم. بعضی از کاشی‌هایی که الان داریم آزمایش میکنیم روی زمین معلومن. اینا به همون میگن که آدما کجان. در این حال با شیوه های یادگیری ماشین و تشخیص اختلال در فرکانس های رادیویی میتونیم بفهمیم مردم کجای خونه شونن و حرکتشون چطوره. آیا افتادن روی زمین؟ کمک نیاز دارن یا نه؟ در شرایط عادی این آزمایشگاه باید با مهمترین اشخاص این فرایند کار کنه، یعنی کسانی که قرار از این خدمات استفاده کنن. اما کرونا روال کار اینجا رو هم مثل جای دیگه مختل کرده و به کارایی آزمایشگاه ضربه زده. با این حال یکی از دانشجویان دکترا یه مدل سه‌بعدی از این مجموعه ساخته و امید اینه که با دوربین‌هایی که کار گذاشتن بشه از راه دور هم ازش استفاده کرد. همین که یه فرایند مشارکتی بوده و تمرکز بر کسی بوده که قرار از این خدمات بهره‌مند بشه نکته بسیار مثبتیه و به نظرم چون آزمایشگاه از دور قابل استفاده است، حتی با فاصله گذاری اجتماعی هم افراد بیشتری میتونن دخیل بشن و هرچه افراد بیشتری مشارکت کنن فکر میکنم فناوری در رفع نیازهای افراد مفیدتر خواهد بود. استرالیا دومین صادرکننده گوشت گاو دنیاست. بعضی از دامداریاش انقدر عظیمن که گاهی از نظر وسعت اندازه کشور کوچیکند. در این بخش می‌خوایم نگاهی بندازیم به برخی از فناوری‌هایی که باهاش گاوها رو در این کشور زیر نظر می‌گیرند. اینجا راکهمپتونه، پایتخت گوشت استرالیا.
در دامداری‌های دورافتاده اینجا گاهی پیش میاد که یک دامدار یک سال تمام دام‌هاش رو از نزدیک نمی‌بینه. این گاوها بخشی از سامانه‌ای هستند که سراسرش فناوریه و همه اطلاعات لازم در مورد سلامت گله رو به دامدار میده. با این ترازوهای خورشیدی وزن گاو رو همینطور که راه میره اندازه میگیرن. اینجوری هم در وقت و هم در پول صرفه‌جویی میشه. این سامانه به دامدار خبر میده که کدوم گاو آماده فروشه و کدوم وزن کم کرده یا کدومشون غذای کمکی لازم داره تا پربار بشه. در دوره خشکسالی گاهی میبینید که وزن دامها داره پایین میاد. این یعنی غذای کافی بهشون نمیرسه. با این سامانه به مراتب زودتر از اینکه بخواید با برانداز کردن دامها حدس بزنین متوجه چنین اتفاقی میشین. 20% گوساله‌ها به علل مختلف موقع شیر خوردن پیداشون نمیشه. علتش میتونه بیماری باشه یا حمله یه سگ وحشی. ولی در عمل متوجه نمیشیم که نیومدن. به همین خاطر از ابزار هشدار گوساله به عنوان یه وسیله پژوهشی استفاده میکنیم. این پشت گاو نصب میشه و همونجا هست تا وقتی که گاو میخواد بزاد. وقتی گوساله به دنیا میاد این هم از اینجا میفته بیرون و میخوره زمین. در نتیجه یه سیگنال رادیویی میفرسته که آنتن‌هایی که اطراف آغل گذاشتیم متوجهش میشن و بهمون خبر میدن که فلان گاو فلان گوساله رو زایید. البته همه دامدارها حاضر نیستن روی تک تک گاوهاشون چنین چیزهایی کار بذارن. بعضیاشون گوشواره یا قلاده یا چیزهای پوشیدنی دیگر رو ترجیح میدن. هر کدوم از این ابزار یک رفتار خاص رو تشخیص میده و از همه مهمتر نشانه های بیماری رو رصد میکنه. با این ابزار حتی میشه عادات غذایی دام رو فهمید و از روی مقدار علوفه‌ای که توی آغل مونده جلوی پرخوری دام رو گرفت. همینطور از روی حرکت گاو میشه فهمید بارداره یا احیاناً دزد داره میبردش. ما الگوریتم‌هایی نوشتیم که حرکت دام رو توی آغل تشخیص میدن. بنابراین اگر کسی تداخلی توی حرکتشون ایجاد کنه یا بخواد ببرشون توی کامیون میفهمیم. پژوهشگران پمپ آب هوشمند هم طراحی کردند. در نتیجه آبشخور خود به خود پر میشه. دامدار هم میدونه که دامهاش چقدر آب میخورن و مصرفشون چقدره. این نکته به ویژه در دوره‌های خشکسالی خیلی مهمه. اینجا ملک‌ها رو به جای هکتار با کیلومتر مربع میسنجن. یعنی با مراتع بسیار وسیعی سر و کار داریم که هزاران دام توش میچرند. در نتیجه شما باید هر روز ساعت‌ها رانندگی کنید تا صرفاً بفهمید در دوره خشکسالی آب به دامهات میرسه یا نه، یا نرده‌ها شکستند یا نه، و ممکنه در تمام این مدت یه حیوان هم نبینی. بنابراین اگه بتونیم راهی پیدا کنیم که دامدار از تو خونش این چیزا رو بفهمه، صرفه‌جویی عظیمی در زمان و نیروی انسانی کردیم. جف مینارد از نسل سوم دامداران این منطقه است و داره فناوری‌های دانشگاه مرکزی کوینزلند رو روی دام‌های محبوبش آزمایش می‌کنه. هدف اصلی پیشگیریه. خیلی کمک میکنه که بتونی جلوی حادثه رو بگیری. هر چه زودتر بفهمی جلوتر میفتی و دامت هم میفته جلو، به جای اینکه با یه چیزی مواجه بشی و تازه بخوای واکنش نشون بدی. خیلی مهمه که دام خوشحال و راضی و سلامت باشه. تولید و پرورش و کیفیت محصول همشون به هم ربط دارن. خب به پایان یکی دیگه از برنامه‌های کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه قبلی ما اونجا در دسترس هستند. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد و موضوعاتی نو در حوزه فناوری، بدرود و خدا نگهدار.